بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید رژیم ایران برای دهه‌ها آزادی‌های اساسی را از مردم خود سلب و با زور و خشونت آرزوهای نسل‌های متوالی را سرکوب کرده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به حضور گسترده جوانان و نوجوانان در اعتراضات گفت برخی جوانان و نوجوانانی هستند که بر اثر هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می‌آیند، چون این افرادی را می‌توان با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه می‌کنند. شهیندخت خوارزمی روانشناس و استاد ارتباطات در ایران می‌گوید این نسل با ابزارهای نوین ارتباطی بزرگ شده است. امروز یک ساعت خاص در خیابان حاضر می شوند، فردا در یک ساعت دیگر، تا متولیان نتوانند رفتار آنها را پیش بینی کنند. این استراتژی را از ویدیو گیم ها آموخته است و آنقدر بازی می کند تا به پیروزی برسد. برای او شکست وجود ندارد. جوان ایرانی یک زندگی عادی می خواهد. از شما پرسیدیم آیا خیزش مردم ایران بدون رهبری مشخص موفق خواهد شد؟ همطور که می‌بینید 66% پاسخ مثبت دادن. در ابتدای برنامه ببینیم روزیتا از دیدگاه‌های بینندگان چه آماده کرده. یک کاربر توییتری خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی نوشته میرسد روزی که حسرت یک زندگی معمولی را خواهید خورد. میرسد روزی که تشت رسواییتان با خفت و خاری به زمین افتد. میرسد روزی که از سایه یک زن رهگذر هم بترسید. میرسد روزی که تپش قلب رهایتان نکند. میرسد روزی که گوشهای خود را میگیرید تا صدای آزادی مردم را نشنوید. برای زن زندگی آزادی. زمانی که انقلاب شد 10 سالم بود. زمان شاه رو دیده بودم. امنیت، اقتصاد پیشرفته، آرامش و رفاه و به عنوان یک انسان ارزش داشتن. ولی اون موقع اصلا نمی فهمیدم که همه اینا نعمات خدادادی نیستن و می تونن که نباشن. الان 43 ساله که حسرت یه دور همی خانوادگی بدون ترس از این که بریزن خونمون رو دارم. حسرت این که بتونم دوچرخه سواری کنم، برقصم، آواز بخونم، بتونم تو ورزشگاه برم و تیم مورد علاقم رو تشویق کنم، بتونم یه سگ کوچولو داشته باشم و تو پارکا باش قدم بزنم، بتونم بدون حجاب بیرون برم و باد تو موهام بپیچه. حسرت اینی که توی خیابون این همه بچه کارتون خواب و گل فروش و زباله گرد رو نبینم. بچه که بدون آرزو یعنی چی؟ حسرت اینی که صبح پاشم و با شنیدن یه خبر بد دلم نلرزه و حسرت این که اصلا شبا بتونم بدون قرص آرام بخش بخوابم. من فقط یه زندگی معمولی میخوام، همونی که اغلب مردم دنیا دارن. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تهدید کرده اگر اتحادیه اروپا از معترضان ایرانی حمایت و بر علیه جمهوری اسلامی اقدام سیاسی کند پاسخ متقابل می‌دهیم. اما شعار زن زندگی آزادی که در 3 هفته گذشته در کوچه و خیابان‌های سراسر ایران و جهان سر داده شد در پارلمان اتحادیه اروپا هم فریاد زده شد. عبیر السهلانی نماینده سوئدی عراقی تبار پارلمان اروپا در یک سخنرانی این مهم را انجام داد. زنان و مردم ایران بله، چنین باوری دارم. من دقیقاً میدونم زنان ایران چه ستمی رو تجربه میکنن. میدونم چه احساسیه که به عنوان زن موضوع اظهار نظر هر کسی باشین و همچنین مله‌هایی که فکر میکنن میتونن برای بدن من تصمیم بگیرن که چی بپوشم، چطور بپوشم، چطور فکر کنم، چی کار باید بکنم و چه کاری رو نباید انجام بدم. من این احساس رو کاملاً درک میکنم که هم رها و هم تحت کنترل باشید. رها شده چون حاکمیت قانون و دموکراسی و آزادی وجود نداره و در این حال در جامعه از سوی همه کنترل میشین، صرفاً به این خاطر که زن به دنیا اومدین. که به نظر میاد رهبری خاصی رو دنبال نمی کنن، چقدر امیدوارید؟ برخلاف کنشگران در اروپا و غرب، من خوب میدونم که زنان ایران بیش از 100 ساله برای آزادی و حقوق برابر مبارزه میکنن. این مبارزه تازه‌ای برای زنان ایران نیست. من معتقدم زنان ایران موفق خواهند شد.
شاید این هفته این اتفاق نیفته، اما یقین دارم تاریخ به سمت اونها تغییر مسیر خواهد داد و اونها حقوق بشر خودشون رو به دست خودشون کسب خواهند کرد. جوزف بورل هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا ظاهراً گفته که قصد نداره، تصمیم ندارن که به مشکلات ایران اضافه بکنن و رابطه ایران و اروپا دچار مشکل بشه به گفته ایشون. چقدر فضا رو آماده ببینید در اتحادیه اروپا برای انجام اقداماتی عملی در قبال جمهوری اسلامی؟ به نظر میرسه جوزف بورل به مردم و شهروندان اتحادیه اروپا گوش نکرده. ما با زنان ایران متحدیم. ما برای تحقق آزادی‌های دموکراتیک، دموکراسی و حقوق بشر در کنارشون ایستادیم. جوزف بورل به جای دادن وعده به ملاها در ایران باید کمی بهتر ببینه ما به چه میاندیشیم، چی میگیم و چگونه عمل میکنیم. من فکر میکنم از تغییر رابطه اتحادیه اروپا با ایران گریزی نیست. اینکه به جای نام بردن از زنان ایران از واژه تظاهر کننده استفاده بکنیم نشانگر بزدلیه. سپاه پاسداران چند روزی است که مواضع احزاب کرد رو در اقلیم کردستان عراق هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده. گزارش‌های شده که مدارس هدف قرار گرفتن، کودک کشته شده در این حملات. واکنش شما چه هست؟ Yes, and my husband is actually Kurdish from the Iraqi Kurdish region. So my children are همسر من کرد اقلیم کردستان عراقه. فرزندان من نیمه کردند. این تصاویر من رو تحت تاثیر قرار داده. من میدونم زیر حمله قرار داشتن چه معنایی داره. این رفتار همیشگی رژیم ایرانه. اونها مشکلات خودشون رو به گردن دیگر کشورها و دیگر مناطق میاندازن. این روش کار ملاهاست. اونها از سال 2003 تلاش کردند اختیار عراق و منابع اون رو در دست بگیرن. اونها به دفعات تلاش کردند روند دموکراتیکی که مردم عراق با شرکت در انتخابات و ایجاد یک حیات سیاسی برگزیدند نابود کنند. جمهوری اسلامی گفته میشه 9 شهروند اروپایی رو در این روزهای اخیر دستگیر کرده. پیشتر هم شهروندهای دو تابعیتی در ایران در زندان بودن، از جمله احمد رضا جلالی سوئدی ایرانی تبار. چه کار میشه کرد به نظر شما که این رفتار گروگانگیری جمهوری اسلامی رو متوقف کرد؟ Well, I mean, we have a real problem when it comes to dual citizenship, yeah? ما در مورد شهروندان دو تابعیتی مشکلاتی جدی داریم. بر طبق قانون بین‌الملل کار چندانی نمیشه کرد. مگر اینکه یک اتحادیه اروپایی یک پارچه از ایران بخواد تمام شهروندانش از جمله اونها که تبار ایرانی رو دارند به فوریت و بی قید و شرط آزاد کنه. این یعنی اتحادیه اروپا باید موضع بگیره همونطور که بر سر اوکراین چنین کرد. اوکراین نشون داد میتونیم چنین کاری بکنیم. وقتی کار به زنان ایران یا دیگر گروه‌ها در ایران میرسه، یافتن یک پارچگی دشواره. برای من به عنوان یک قانونگذار اروپایی این غیر قابل قبوله. خانم السهلانی، موقعی که موهاتون رو قیچی کردید در پارلمان اروپا، تصویرش در شبکه‌های اجتماعی به سرعت دست به دست شد و همه اون رو به اشتراک میگذارن. اون لحظه خاص چه چیزی در ذهنتون میگذشت؟ سیامک، میتونم به شما اطمینان بدم قصد من این نبود که این تصاویر دست به دست بشن. من میخواستم به زنان ایران، به خواهرانم در ایران نشون بدم که صدای اونها، فریاد زن، زندگی، آزادی در پارلمان اروپا، در مهد دموکراسی در اروپا انعکاس پیدا میکنه. این امید من بود، رسوندن صدای اونها به درون نهادهای اتحادیه اروپا تا اونها ببینن حامیان اینجا دارن که بسیارن و تا آزادی اونها در کنارشون میستند. صدای آمریکا و ایران اینترنشنال رسما اعلام کردند که جمهوری اسلامی در چند روز گذشته ارسال پارازیت و ایجاد اختلال در امواج برنامه‌های ماهواره‌ای را شدت بخشیده. سیما ثابت، مجری برنامه تلویزیونی چشم‌انداز در تلویزیون ایران اینترنشنال، تا
ساختاری دکترای علوم سیاسی از لندن مهمان این بخش از برنامه هستن. خانم ثابت خیلی ممنون، میدونم که خود شما هم درگیر تهیه برنامه هستین، تا حدود نیم ساعت دیگه برنامه شما رو هم بینندگان منتظرم ببینن. در ذهن شما در این ساعت چه میگذره؟ ما در حالی که در حال آماده شدن برای برنامه بودیم، خبر مصاحبه نسرین شاکرمی در مادر نیکا منتشر شد که بسیاری رو به هر شکل باوری رو که عموماً داشتن و دنبال این میگشتن که تایید بشه رو بیش از پیش تایید کرد، که نشون داد چه اتفاق هولناکی افتاد. در ذهن شما در این ساعت، در این لحظات چه میگذره؟ بسیار تلخ دیگه، میدونیم قبل از اینکه با خبر به عنوان هر چیز دیگه روبرو بشیم، به عنوان یک انسان باش روبرو بشیم. بچه یک خانواده رو کشتن، بعد از چند روز سعی کردن خانواده رو تخته بکنن، اطلاع رسانی اشتباه بکنن، روایت های مختلف دن، اعضای خانواده رو دستگیر بکنن و دیشب یک فیلم بسیار عجب و غریب در 23 پخش بکنن. خب همه اینها یک تلاش بسیار ذلیلانه، من اسمش رو میذارم، برای اینه که یه روایتی رو بدن از یه چیزی که خب مادر امروز میاد و حرف میزنه و داره میگه تحت فشار برای اعتراف اجباری. خانم ثابت، وقتی که صحبت از ما عنوان برنامه هم گذاشته بودیم برای حسرت یک زندگی معمولی، وقتی صحبت از زندگی معمولی میشه، خود شما چه برداشتی دارید از یک زندگی معمولی؟ فکر میکنید جوانهایی که در ایران الان صحبت از یک زندگی عادی و معمولی میکنن و به نظر میاد که عمدتاً خواستشون همین هست، برداشت شما از اونها چه هست؟ من برداشتم اون همه 210 میلیون هشتگی است که من لااقل تا آخرین باری که میدونستم همه مردم این رو ریتوییت کردن، استفاده کردن، دونه دونه اینها هم کدوم یه حرفی دارن، اینقدر زیاده ابعادی که ازش محرومیم برای یک زندگی معمولی که واقعا نمیشه خلاصش کرد. از یک راه رفتن ساده بدون ترس گرفته، از مدرسه رفتن گرفته، از دانشگاه رفتن گرفته، از همه چیزهای کوچیک که ممکنه در زندگی آدمهای عادی در هر کجای دنیا اصلا محلی از اعراب نداشته باشه، سوال نداشته باشه، مردم در ایران ازش محرومن. حالا واقعا فکر میکنم خود مردم بیشتر از هر کس دیگه، بهتر از هر کس دیگه گفتن که چه چیزهایی رو در زندگی ندارن. همین که بچه های دانش آموز رو شما میبینید در خیابون‌ها که اینقدر نترس، اینقدر شجاع، دسته دسته دارن راه میرن و اصلا براشون مهم نیست، نه میترسن، نه واهمه‌ای دارن از اینکه مدیر مدرسه بهشون چی میگه. نسلی که تو خیابونه یه نسل دیگه است، جدای از اینکه همه نسل‌های قبلی که تو اعتراضات قبلی هم حضور داشتن، اونها هم هستن. می‌دونید یه اتفاق دیگه افتاده. این خیزش یه چیزیه که همه رو با خودش همراه کرده. از زن، مرد، گروه‌های مختلف قومی، گروه‌های مختلف سنی، اصناف مختلف، معلمان اعلام اعتصاب کردن، دانشجوها اومدن، جنبش زنان در خیابان هاست، ژورنالیست ها و روزنامه نگارا دستگیر شدن. خیلی خیلی دامنه این وسیع و واقعا به نظر من مشخصه یک انقلاب رو به معنی تمام کلمه داره. خانم ثابت، توبت از این همگرایی بسیار شده در این روزها، الان هم شما اشاره کردید. من در این روزها دیدم که توجه خاصی هم شما به تحولات در زاهدان و در سیستان و بلوچستان داشتید. وضعیت اونجا رو چطور میبینید؟ فکر میکنید رسانه ها به اندازه کافی توجه میکنن به اتفاقاتی که اون در اونجا و در کردستان رخ میده؟ من در مورد رسانه های دیگه نمیخوام حرف بزنم. به عنوان خودم، به عنوان یک انسان، به عنوان یک روزنامه‌نگار میخوام حرف بزنم. وظیفه من اینه که اگر میبینم یک اتفاق تلخ یک گوشه کشور افتاده، باید بهش توجه کنیم. اون چیزی که در زاهدان اتفاق افتاده، به روایت گروه‌های حقوق بشری، یک کشتار برنامه‌ریزی شده از پیش تعیین شده بوده، اینکه نمازگزاران از مسجد بیان بیرون و بعد در یک فاصله زمانی این همه آدم کشته بشن. همین الان ساعتی پیش عفو بین الملل تایید کرد که بیشتر از 82 نفر رو تونسته تایید بکنه. عفو بین الملل به این راحتی نمیتونه در عرض چند روز این همه تاییدیه رو بگیره. شما ببینید چقدر شواهد متقن هست که اونها رو به این تایید برسونه که 82 نفر آدم جان خودشون در تیراندازی از دست داده. نمازگزار از مسجد بیاد بیرون در یک حکومتی که ادعای اسلامی میکنه. چرا؟ اگر راجع به این حرف نزنیم چی قراره بگیم؟ اگر راجع به یک کشتار به این تلخی، به این بزرگی که رخ داده صحبت نکنیم، خبررسانی نکنیم، راجع به چی میخوایم صحبت کنیم؟ چه فرقی میکنه که این کشتار کجا اتفاق افتاده؟ در آبان، در ماهشهر مردم رو به گلوله بستن، الان در زاهدان بستن. تصورشون، پیشفرضشون شاید اینه که اگر کسی رو در زاهدان به عنوان یک سنی بلوش به گلوله ببندند، مردم براشون مهم نیست؟ نه، بر همون مردم مهمه. من دارم میبینم اینو به چشم. اینکه در سقز مردم میرن خون میدن به این دلیل که میدونن در زاهدان خون،
و بعد عکس این رو میذارن در روی رسانه‌های اجتماعی، معنیش اینه که یک همدلی وجود داره. این همدلی از شمال شرق ایران تا شمال غرب تا جنوب شرق ایران هست. مردم در تهران دارن شعار میدن، میگن زاهدان کردستان چشم چراغ ایران، در تبریز حمایت میکنن از کردها. یک هوشمندی، یک اتحاد، یک اتفاقی وجود داره این مطلب که خط پستالی میکشه به همه اون تبلیغات 43 ساله ای که من کردستان سعی میکنه بکنم. اونجا ما یک غیر داریم، یک شر داریم. اینکه کجا وای میستیم انتخاب خودمونه. خانم ثابت، این روزها صحبت زیادی میشه در مورد اینکه این جنبش به اصطلاح سر نداره، رهبری مشخص نداره. فکر میکنید که این یک امتیاز برای این جنبش یا یک نقصه؟ امتیاز بخاطر اون آدم هایی که دارن تو محله های مختلف تصمیم میگیرن، امشب چه کار میکنن، فردا چه کار میکنن. اونها آدم هایی هستن که نمیتونن، هم انگیزه شون خیلی زیاده، هم در داخل کشور هستن، هم میبینن که چه اتفاقی در پیرامونشون داره میفته. یک هوشمندی عجیبی دارن از خودشون نشون میدن که واقعا به نظر من تحسین برانگیزه. و این هوشمندی که در داخل نشون دادن، نوعی حرکتاشون رو انتخاب کردن، شعاری که برای اعتراضشون انتخاب کردن، همدلی جهانی براشون آورده. این یه چیزی نیست که من بخوام بگم، این یه چیزی که داریم روز به روز و لحظه به لحظه داریم میبینیم. هر کسی که در این دنیا دغدغه انسان داره اومده وایساده پشت سر اینا. حالا چه اهمیتی داره که اینها رهبر دارن یا رهبر ندارن؟ ما یک صدا از داخل ایران داره میاد بیرون، زن، زندگی، آزادی. خانم سیما ثابت، سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید. حدود 40 چند دقیقه دیگه برنامه خود شما شروع میشه و میدونم علاقمندانتون منتظر هستن. ممنون که تو این فرصت شرکت کردیم در برنامه. مرسی از شما. امیدوارم که روزهای بهتری در انتظار همه ما باشه. امیدوارم همینطور باشه. خانم سیما ثابت بودن از لندن، مجری برنامه چشم‌انداز با سیما ثابت از ایران اینترنشنال. به نظرات مردم و بینندگان برگردیم با روزیتا. در تویتر کاربری نوشته: برای هر باری که نوجوانای این برا دیدم و گفتم کاش بچه های ما هم ایران اینجوری زندگی می کردن. یک زندگی معمولی. با هم دو پیام صوتی از ایران رو می شنویم. حق انتخاب زندگی، حق انتخاب پوشش، حق انتخاب مسافرت، حق انتخاب چجوری در این مملکت زندگی کنی، حق انتخاب کار، حق انتخاب همسر، حق انتخاب و همه چیزایی که برای یک زن لازمه ما نیاز داریم، حق انتخاب سفر، بدون اجازه شوهر نمیشه سفر رفت، اینا همه زندگی معمولیه. معنای یه زندگی معمولی اینه که بتونی توی یه سال پسنداز کنی برای خانوادت، از چشم یک پدر، برای خودت از چشم یک دختر یا پسر، برای آیندت از چشم یک جوان یا نوجوان. زندگی معمولی یعنی این که تو رفاه و آسایش و آرامش باشی، از این که شب نترسی بری بیرون، از این که نترسی اگه رو سرید افتاد بهت افترا بزنن یا به بدنام بشی. زندگی معمولی یعنی که محتاج کسی نباشی، تورم اینقدر خوب باشه که نترسی شب نون نداری بخوری. فاطمه شمس، استادیار ادبیات فارسی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، نویسنده کتاب یک انقلاب مغفا از فیلادلفیا با ما هستن. خانم شمس خیلی لطف کردین، وقت گذاشتین. میدونم که مثل بسیاری دیگر شما هم سرتون شلوغه و مصاحبه دیگری دارید تقریبا تا یه 10 دقیقه رو به دیگه. من سعی میکنم سریع بریم سر اصل مطلب و اینکه اخباری هستش از داخل ایران شنیده میشه از بازداشت فعالین زن و به نظر میاد که تنوع در واقع بیشتری پیدا کرده بازداشت ها، فقط محدود به اونهایی نیستش که عملا در خیابان هستند یا در واقع پیشانی اعتراضات حضور دارن. شما فکر میکنید این روند چگونه داره پیش میره؟ آیا به دنبال افرادی هستن که پتانسیل یا بالقوه میتونن مثلا هدایت بکنن این اعتراضات رو؟ به نظر من مهمترین چیزی که نباید ازش غافل بشیم و باید خیلی هوشیارانه عمل بکنیم در مقابلش، این استراتژی در واقع کهنه و نخنمای حکومت برای انداختن رعب و وحشت و ترس در دل معترضان هست. من این دستگیری‌های بسیار گسترده رو اتفاقی نمی‌بینم. من فکر می‌کنم بسیار برنامه‌ریزی شده است.
همین امروز دقایق قبل اعلام شد که بیش از 10 تن از فعالان زن کرد دستگیر شدن در شهرهای مختلف کردستان و همینطور که همه بینندگان تا الان دیگه احتمالاً میدونیم هممون که ریشه شعار زن زندگی آزادی به فعالیت‌های زنان کرد سالها فعالیت شبانه روزی و بیوقفه فعالان زن کرد برمیگرده و من فکر میکنم که این دستگیری ها رو ما باید در راستای همین ایجاد خفقان و از بین بردن امید در دل مردم ببینیم. من فکر میکنم گستردگی بی سابقه حمایت و پشتیبانی مردم داخل کشور و همینطور نهادهای خارج از کشور و ایرانیان و غیر ایرانیان خارج از کشور از قشرهای مختلف هنرمندان، بازیگران، نویسندگان، دانشگاهیان نشون میده که سرکوب این جنبش بسیار کار غیر ممکن و دشواری شده برای حکومت و همین ویژگی بی رهبر بودن این جنبش که اتفاقا به نظر من یکی از نقاط قوت این جنبش هست باعث شده که حکومت هیچ راهی به جز اعمال خشونت بی حد و حصر در مقابل این معترضان نداشته باشه. همینطور که یارو برنامه‌ریزی شده می‌بینم و در راستای همون ایجاد ترس. بله، در این مصاحبه بلندی هم که نیویورکر با شما داشته به این نکته بحث رهبری و اینکه آیا امتیاز هست و اینکه چه تأثیری میتونه بگذاره به گفته شما حتی سرکوب رو ممکنه دشوارتر بکنه اشارش کردید پیشتر. بخواستم بپرسم ازتون خانم شمس که اتفاقاتی که در زاهدان رخ داد در بلوچستان شاهد هستیم، آیا جمهوری اسلامی به دنبال اینه که جنبش رو اعتراضات رو بیش از حد به خشونت بکشونه تا بتونه از این طریق سرکوب شدیدتری رو انجام بده؟ بله، من فکر میکنم که اتفاق در واقع فاجعه‌ای که در زاهدان رخ داد و لازمه که ما تمام کسانی که در واقع دسترسی دارن به نهادهای حقوق بشری بین‌المللی خواهان این باشن که بررسی دقیق و در واقع مؤثری صورت بگیره در مورد این کشتار خونی. اتفاقی که افتاد در زاهدان به ما نشون داد که کسانی که به دنبال اشاعه گفتمان تجزیه طلبی در ایران هستند خود حامیان و بانیان جمهوری اسلامی هستند. من این گفتمان تجزیه طلبی رو که از دقیقاً 14 هست که نسبت داده میشه به فعالان کرد، نسبت داده میشه به فعالان در خوزستان یا در سیستان و بلوچستان، این رو صرفاً یک بخشی از ایدئولوژی و گفتمان سیاسی خود جمهوری اسلامی میدونم و اینکه شما میبینید که 80 نفر رو، بیش از 80 نفر رو به گلوله میبندن از جمله بچه‌ها رو در زاهدان، این اتفاقی نیست. این نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی برنامه‌ریزی شده میره به جایی در قسمتی از ایران این کار رو انجام میده که سالهاست افکار عمومی رو آماده کرده برای اینکه یک سنی بلوچی در نظر یک ایرانی طبقه متوسط خیلی خونش در واقع جانش ارزش نداشته باشه و من فکر میکنم که در این مرحله حتی این گفتمان هم دیگه پاسخگو نیست به خاطر اینکه این جنبش بسیار فراتر از قومیت و مذهب رفته و خیلی از کسانی که در سراسر ایران و در جهان پیوستن به این جنبش میدونن که در این مرحله اون کسان، یعنی در واقع این جنبشی که از هدفهای اصلیش احیای حقوق تمام اون بدنهای به حاشیه رونده شده است، از جمله بدنهای بلوچی سنی، از جمله بدنهای کرد نادیده گرفته شده، از جمله بدنهای تک تک ایرانیان، بچه هایی که دارن توی این تظاهرات به فجیع ترین وجه ممکن کشته میشن. بنابراین من خیلی دوست دارم روی این مسئله تاکید بکنیم و هوشیار باشیم که بحث هایی که در تلویزیون ها و رسانه های داخل شنیده میشه در مورد تجزیه طلبی دروغ محض. کسانی که در سیستان و بلوچستان به میدون اومده بودن مردم عادی بودن، همونطوری که مولانا عبدالحمید هم امام جمعه زاهدان هم در بیانیه اعلام کرد مردم نمازگزار رو به گلوله بستن. بنابراین این یک جنایتیه که باید جمهوری اسلامی در قبالش پاسخگو باشه.
خانم فاطمه شب سپاسگزارم از شما. میدونم مصاحبه هم با NPR دارند، تا چند دقیقه دیگه بیش از این مزاحمتون نمیشیم. امیدواریم برنامه‌ای بعد فرصت بیشتری داشته باشیم برای گفتگو. فاطمه شمس استادیار ادبیات فارسی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا بودند. خانم لیلی بازرگان فعال اجتماعی و مدیر شرکت دیالوگ میدیا از اورنج کانتی با ما هستند. خانم بازرگان، وقتی که این تصاویر به ویژه روزهای اخیر رو میبینید، این نوجوانان دخترایی که به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی متوسط بازداشتی ها 15 ساله است و اینا به نظر میاد که همشون احتمالاً دبیرستانی یا حتی ممکنه کلاس راهنمایی باشن، چه برداشتی دارید؟ فکر میکنید چه اتفاقی داره میفته به ویژه به عنوان یه زن، به عنوان کسی که به هر شکل با این نسل در ارتباط هست؟ آقای ما به خاطر هایی که داشتیم به سیستم آموزشی آمد و شستشویی که از طرف حکومت ها انجام شده بود، فکر نکردیم که این نسل جدید اینقدر تیز باشن. ما میبینیم از راهنمایی در خصوصاً اکثرشون دخترهای زیر سن و متأسفانه بدترین شکل داره باشون برخورد کنه و باید نهادهای بین المللی رو پاسخگو کنیم در برابر این جنایات، چون ما به هر حال در ایران نماینده یونیسف داریم. باید حتما اتفاقی بیفته. ما الان داریم میبینیم کشتن حنانه، حدیث، نیکا به فجیع ترین شکل ممکن. یعنی جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت دست به هر کاری داره میزنه و ما در اولین فرصت باید با تمام توانمون تمام نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی رو ازشون بخوایم که در مقابل این جنایت وایسن. خانم بازرگان، اشاره کردید به برشک صحبت‌های مادر نیکا رو همینی که دو ساعت پیش در فضای عمومی قرار گرفت. رادیو فردا این رو منتشر کرد در اون گفتگوی اختصاصی که انجام شده بود. فکر میکنید جمهوری اسلامی چه تصور کرده در مورد مردم؟ فکر میکنید که مثلا با این پرونده سازی ها، با این کارا میخوان روی افکار عمومی تاثیر بذارن؟ واقعا کسی هنوز به نظر شما خریدار این ماجرا هست؟ و آیا این باعث خشم بیشتر نخواهد شد این رفتاری که اینا انجام میدن؟ اصلا حنای جمهوری اسلامی دیگه رنگی نداره و من فکر میکنم هدف از این اعتراف، خود حکومت هم میدونه که مردم دیگه باور نمیکنن این اعترافات اجباری رو، برای اینکه اولین بار نیست این اتفاق افتاده. از دهه 60 دخترای جوون رو میگرفتن و بهشون تجاوز میکردن قبل از اینکه بکشنشون، چون به خیال خودشون دختر باکره به بهشت میره و اینا اصلا با تصورات مذهبی و عجیب غریبشون به این بچه ها تجاوز میکردن و بعد میکشتنشون، پول تیر تازه از خانواده میگرفتن. دفعه اول نیست که دارن این کارو میکنن. 44 سال عادت کرده، مردم عادت کردن به این روش جمهوری اسلامی و میشناسن دیگه، حناشون رنگی نداره. من فکر میکنم این اعترافات اجباری دو تا کاربرد داره: یک، برای رسوندن پیام به هواداران خود حکومته، و دو، برای ایجاد رعب و وحشت. و باز هم میبینین که اصلا این ایجاد رعب و وحشت تأثیری نذاشته. بعد از همه این باز هم میبینیم که ما جوانها، بچه های راهنمایی، دبیرستان، تو خیابون هستن، دختر و پسر، زن و مرد در کنار همدیگه و بی تأثیر اصلا روی افکار عمومی تأثیری نداره. خانم بازرگان، وقتمون خیلی محدود هست، میگه میشه خیلی فشرده. در مورد این میخواستم بپرسم که نقش خانواده ها در این شرایط چقدر به نظر شما مهمه؟ حمایت خانواده ها از فرزندانشون، این رو بیشتر از این جهت هم میپرسم که خود شما برشک از خانواده میایید که خانواده خاصگاه مذهبی داشتن و احتمالاً خود شما هم در طول سالها تلاش کردید برای اینکه خودتون باشید با وجود مخالفت هایی که احتمال مولانا از طرف خانواده شاهد بودید. آقای دهقانپور، من بسیاری از بچه‌ها به من پیغام میدن از داخل و هم داخل هم خارج از ایران که ما اول داریم با گشت ارشاد خانواده میجنگیم و از جامعه کوچکتر داریم میجنگیم. من خواهش میکنم از خانواده ها که بچه‌ها رو حمایت کنید. این بچه‌ها این نسل قبل ما نسل ما نیستن، اینا نسل جدیدن با فضای، با دنیای،
با اینترنت، با جهان آزاد اینا ارتباط دارن، دارن میبینن. نمیتونن بیش از این سرکوب نکنین بچه ها رو، حمایتشون کنین. خصوصا الان بچه هایی که تو خیابون هستن یا دستگیر میشن، به من خبر رسیده بعضی از خانواده ها هستن که ترسیدن یا بود از قدیم هم میگفتن اگر رفتی گرفتنت ما نمیایم بیرون دنبالت، ولی خواهش میکنم بخواد این که هر چقدر که حمایت از سمت خانواده بیشتر باشه، حکومت فشار کمتری به اون بچه ها میاره. در هر صورت اون بهوز میخوام اون حمایت فقط کمک به بچه ها نیست، یه درد مشترکه، یه درد جمعیه و باید از همه گروه های سنی در کنار این بچه ها وایسیم تا حداقل اگر نسل دهه 50، دهه 60، دهه 70 و بخشی از زندگی بچه های دهه 80 نابود شده به خاطر حکومت جمهوری اسلامی، فرصت این باشه که بتونن یه آینده که بهتری رو بسازن برای بچه ها، برای نسل دهه 80، دهه 90 و آینده ایران. سپاسگزارم از شما خانم لیلی بازرگان، فعال اجتماعی که از اورنج کانتی با ما بودن. به روزی تا سر دیگری بزنیم. کاربری با تصویر نیکا نوشته این روزا همش فکر میکنم توی بازی کثیف وحشتناکم که حقیقت نداره. واقعا چرا ما محکوم به این همه رنجیم؟ مگه چی میخوایم جز یک زندگی معمولی؟ نوبت پیام های شماست، میشنویم. برای خوب زندگی کردن، برای آرامش داشتن، برای اینکه شب راحت بخوابیم، برای اینکه دخترای دانشجو با خیال راحت برن سر کلاس و برگردن، از ما گذشت. دلم برای جوونا میسوزه، برای جوونا، برای کسایی که میخوان زندگی کنن. زندگی معمولی یعنی وقتی صبح از خواب بیدار میشی نگران آینده بچت نباشی، نگران حقوق اولیه نباشی. زندگی معمولی یعنی حس کنی عدالت برقراره. به نظر من این یعنی زندگی معمولی. به نظر من برای داشتن یه زندگی معمولی نیاز به 4 نوع امنیت داریم: امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت بهداشت و امنیت مسکن. چون توی محیط امن هست که آدم احساس آرامش میکنه. زندگی معمولی یعنی حق انتخاب و آزادی عمل در تمامی عرصه‌ها. سیامک آرام، استاد علوم داده‌ها در دانشگاه هریسبرگ، هماهنگ کننده گرد همایی و راهپیمایی های واشنگتن دی سی در 24 سپتامبر و اول اکتبر مهمان این بخش از برنامه هستن. آقای آرام خیلی خوش آمدید. ابتدا می‌خواستم بپرسم که برای خیلی سوال بود که مشخصاً چه تعداد از ایرانی‌های منطقه واشنگتن دی سی در این دو اعتراض دو هفته گذشته شرکت کردن؟ سلام میکنم و متاسفم قبل از هر چیز بابت خبرهای ناگواری که هر روز میشنویم. در راهپیمای اول که 24 سپتامبر بود، برآوردها و محاسباتی که بر اساس مساحت اون منطقه وجود داشت تقریبا بالای 4000 نفر بود و در برنامه هفته گذشته 1 اکتبر بالای 10000 نفر بر اساس گزارش‌های مختلف از جمله پلیس و محاسباتی که خودمون داشتیم شرکت کردن، که ما این شنبه هم مجدد در همراهی با تظاهرات های سراسری دیگه در نقاط دیگه جهان باز هم جمع میشه. چه افرادی، چه گروه هایی در واقع ابتکار عمل داشتن در برگزاری این؟ برای اینکه این صحبت برای خیلی ها پیش میاد که این همگرایی یعنی چی، چه گروه هایی هستن کنار هم؟ جا شما چطور تونستید این افراد رو تشویق بکنید کنار هم؟ چون دیده شد که گروه های کرد بودن، افراد دیگری بودن که در این تجمع حضور داشتن. نکته مهم در این مجموعه تظاهرات یا تجمع راهپیمایی که در منطقه واشنگتن دی سی داشتیم اینه که گروهی که برگزار میکنیم گروه مستقلی هستیم با موازه سیاسی مستقل خودمون، هر کدوم موازه متفاوت ممکنه داشته باشیم، اما برای برگزاری این تجمعات اون چیزی که در نظر گرفتیم اتحاد همبستگی است. اسم گروهمون هم هستش در واقع همبستگی ملی برای ایران. از آبان ماه شروع شد فعالیتمون و همون رویکرد رو ادامه دادیم. فرضمون بر این بوده که با تمام تکثری که به خصوص در منطقه واشنگتن دی سی بین گروه‌های مختلف وجود داره، اما ما سعی بکنیم زیر یک چتر بزرگی گرد هم بیایم. گروه‌های مختلف شرکت کردن و گروه‌های کرد همونجوری که گفتیم به ما پیوستن، اونا تظاهرات جدایی داشتن. نکته مهمی که چهرهای مشروطه خواه دیدم توی خیلی به نظر من تکثر جمهوری خواه بودن، در واقع سلطنت طلبها بودن. گروه‌های متفاوتی حضور داشتن. نکته در واقع جالب و متمایزش از تمام
تجمعاتی که فکر می‌کنم توی منطقه اتفاق افتاده حضور نسل‌های در واقع اخیرتر و جدیدتر بوده، حتی کسایی که ایران به دنیا نیومدن، بزرگ نشدن، اما خب دغدغه ایران رو داشتن. به خصوص این برنامه 1 اکتبر که ما داشتیم، تقریبا استیج که حالا تمام زنانه بود، همشون نسلایی بودن که هم نسلشون داخل ایران تو خیابونا هستن و دارن هزینه میدن. این نقطه متمایزش از برنامه‌های مشابه. گروه شما خط قرمزی هم داره، برای اینکه به هر شکل مشاهده شد که همزمان با تجمع شما تجمع دیگری در واشنگتن برگزار شد. ببینید، هر گروه و دسته، هر در واقع جناحی، هر کدوم از شهروندان که دغدغه ایران رو دارن و به خاطر مسئله ایران جمع میخواستن بشن، اونجا حضور پیدا کردن. به خاطر همین من فکر میکنم این جمعیت خیلی جمعیت بی سابقه ای بودش. تمام خبرگزاری هم اینو اعلام کردن. واقعیتش خط قرمز ما همین اون اتفاقی که از سمت جمهوری اسلامی داره در ایران علیه مردم اعمال میشه، ما در حمایت به اکوی صدای اونها اونجا حضور پیدا کردیم. کمپین اون توی تظاهرات، چون من خودم اومده بودم مشاهده بکنم که چه میگذره، بعضی میمدن کاغذایی رو پخش میکردن برای کمپین جمع‌آوری کمک‌های مالی برای دسترسی مردم به اینترنت. اینا در واقع چه کسایی این ابتکار عمل دنبال میکنن و به کجا رسیده؟ من اطلاعی دقیق ندارم، منم شنیده هام هستش. به خاطر اون مسئله ماهواره اینترنتی که اعلام شده، اینا گروه‌های زیادی الان درگیر شدن که بتونن هزینه اونها رو تهیه بکنن که بتونن برای داخل ایران بفرستن. من اطلاع دارم که گروهی این در واقع بودجه هایی رو برای این مسئله فراهم کردن و احتمالاً اقدام هم شده، اگرچه که به نظر میاد که خود کمپانی تهیه کننده مثل کاری که با اوکراین کرد که نزدیک 5000 تا یا بیشتر دستگاه رو به داخل اوکراین فرستادن، احتمالاً بتونن این کمک رو به ایرانی‌ها در داخل ایران بکنن. چون شما تخصصتون در همین حوزه هم هستش، قبل از اینکه خداحافظی بکنیم این سوالم بپرسم که با توجه به تحریم هایی که آمریکا تسهیل کرده، اتفاق عملی رخ داده این دسترسی مردم در ایران به این اپلیکیشن ها بیشتر شده اون چیزی که شما خبر دارین؟ به نظر میاد که این میتونه بخشی از دغدغه برای اتصال در صورت قطع سراسری رو آسون بکنه، ولی امکان اتصال سراسری به اینترنت رو هنوز نه. سپاسگزارم سیامک آرام برای حضور شما در این برنامه و هم تو کشور کردین. شنبه هم قراره مثلا که تجمع دیگری داشته باشه. بسیار ممنون. امیر کلهر روزنامه‌نگار از لندن با ما هستن. آقای کلهر خیلی ممنون که در این برنامه حضور دارید. به عنوان یک روزنامه‌نگار میخوام ازتون بپرسم که شجاعت و جسارت این نسل جدید رو چطور توصیف میکنید؟ سلام خدمت شما بینندگان خوبتون. واقعا که اسم برنامه‌تون غم و دغدغه بخش بزرگی از مردم غیر متصل ایرانه که شامل ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق انسانی شهروند میشه. در مورد سوالی که از من کردید، باید بگم که حتما امروز ویدیو صحبت‌های سارینا اسماعیل‌زاده، دختر 16 ساله‌ای که در کرج با ضربه‌های باتوم ماموران جمهوری اسلامی به سرش کشته شد رو دیدید. توی اون ویدیو ایشون هم مشکلات اقتصادی و فرهنگی، محدودیت‌ها، حجاب اجباری و کلی حقوقی که توسط جمهوری اسلامی هم مردم به خصوص زنان سلب شده صحبت می‌کنه. یه جایی تو صحبتاش میگه، از اتیوپی میاد حرف میزنه، میگه که هیچ وقت یه انسان نمیگه چه خوب من اون آدم توی اتیوپی نیستم، برعکس انسان چون کمالگراست میگه که چرا اون نوجوان توی نیویورک نیستم، من چیم از اون آدم کمتره. اما ما توی مرحله اول زندگی یعنی خوراک، پوشاک و مسکن گیر کردیم. من با این صحبتای سارینا یاد نسل گذشته یا نسل خودم افتادم. هر وقت چیزی کم بود، هر وقت چیزی نبود که البته عامل اصلیش هم جمهوری اسلامی بود، همین میگفتن به پایین تر خودتون نگاه کنید، به کشورهای فقیرتر. حکومت هم تا دلتون بخواد توی این 14 شعار راهی خواهیم ساخت و ما میتوانیم و سازندگی و صبوری و مقاومت داده و میده. اما امروز نسل جدید از کمال صحبت میکنه، از آزادی های اجتماعی، به کم قانع نیست، آزادی و زندگی میخواد و ویژگی آگاهی و جسارت این نسله که متمایز میکنه خودشو با نسلهای دیگه، خودشو با مردم کشورهای دنیا مقایسه میکنه، میبینه کشورش چیزی کم از کشور پیشرفته نداره. مدام به خودش میگه بعد چرا من مثل اونا نمیتونم پیشرفت بکنم، چرا من مثل اونا نمیتونم زندگی بکنم، چرا حکومت اونا به پوشش، خورد و خوراک و سبک زندگی مردمش گیر نمیده. این مقایسه مدام تو شکلهای مختلف در ذهن آدمایی که داخل ایران زندگی میکنن هستش، حتی در ذهن منی که خارج از ایرانم هستم هستش. وقتی تو خیابون تو خارج از کشور راه میرم، حسرت یه زندگی نرمال مدام با آدم هاست.
اما حالا اکثر بچه‌های این نسل دیگه سکوت نمی‌کنن، دیگه بازیچه شعارها و احزاب و انجمنهای دست پرورده جمهوری اسلامی نمیشن و جمهوری اسلامی هم با چنین نسلی طرفه، نسل آگاهی که به سرکوب و نبود زندگی و آزادی و عشق تن نمیده، اجبار و محدودیت به هیچ شکلی براش قابل پذیرش نیستش. و یه نکته دیگه هم که میخوام بهتون بگم اینه که نسل امروز جدای از این که برای رسیدن به خواستهاش پافشاری میکنه، از تجربه زیسته نسل‌های گذشته خودش هم استفاده میکنه، یعنی میبینه چه اتفاقی برای مادرش، خواهرش یا خاله و عمه و اعضای فامیل و خانوادهش افتاده و نمیخواد اون اتفاق برای اون بیفته، واسه همین شجاعت و جسارت به خرج میده، واسه همین آگاه تر شده، واسه همین افق دید وسیع تر و اطلاعات بیشتری داره، نمیخواد راه اونا رو بره، نمیخواد اجازه بده که حکومت برای سبک زندگی، نوع پوشش، نوع عشق‌ورزی، خورد و خوراک و حتی حق داشتن حیوان خانگی و خلاصه تمام پیش ساده ترین اتفاقات زندگی روزمره براش تعیین تکلیف بکنه. آقای کلهار یک کلام این نسل تکلیفش با خودش و خواسته هاش روشن. معذرت میخوام ازت. خیلی لطف کردی. نه خیلی خوب، جنبندی خوبی بود در این فرصت کوتاه. یه پرسش دارم اگه میشه کوتاه پاسخ بفرمایید و اونم این هست که ابتدای برنامه هم این سوالو مطرح کردیم، بحث رهبری، اینکه این جنبش ایرادهایی گرفتن که خب این دچار تشتت خواهد شد، نمیدونم بعد سازماندهی کردنش ممکنه کار دشواری باشه، انرژی ها تلف میره به خاطر اینکه حضور در خیابان بعد به نتیجه عملی به اعتصاب برسه و بعد به مرحله بعدی. شما چه برداشتی دارید از اون چیزی که این نسل رو میبینید عمل کرده شو؟ این نسل که ابهت جمهوری اسلامی برای نسل جدید ریخته و جسارت و شجاعت این نسل که یه زندگی نرمال میخواد نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده. کسایی هم که امروز حرف از رهبری میزنن که رهبری نیستش و به بیراهه میره این جنبش، همون کسایی هم که توی 44 یا 45 سال گذشته که از عمر جمهوری اسلامی میگذشته همیشه این حرف رو زدن، یعنی مدام دستهای و هم نذاشتن یک شکل و شمایل این جنبش پیدا بکنه و مردم معترضین زیر یک چتر واحدی جمع بشن. امروز هم دارن همین حرفو میزنن و امروز هم مدام دارن میگن که رهبری نیستش، این مبارزه به بیراهه میره، دانش آموزا رو نباید وارد این موضوع بکنیم، دانشجویان ترم اولی هن چه گناهی دارن. نه، 44 سال 45 سال این حرفا داره زده میشه، ولی امروز خوشبختانه نسل جوان، دانش آموزا یا همه مردم غیر متصل ایران راه خودشون رو پیدا کردن، دیگه کاری به این تشددها ندارن که چپ چی میگه، سلطنت طلب چی میگه، لیبرال چی میگه و گروهای مختلف احزاب مختلف چی میگن. حرف اساسی مردم اینه که جمهوری اسلامی نباید باشه در هیچ شکل و شمایلی، جمهوری اسلامی نباید باشه، این مهمه. بله. دارن تو خیابون هم فریاد میزنن، حالا هرکی میخواد بگه، مردم راه خودشون رو میره. آقای امیر کلهر، روزنامه‌نگار از لندن، امیدوارم این فرصت باشه بعدا بیشتر بتونیم با هم در برنامه‌های بعدی صحبت بکنیم. ممنونم، مرسی از شما. سپاسگزار از شما. برگردیم به روزیتا. شیوا در اینستاگرام نوشته زندگی معمولی یعنی داشتن هوای سالم، بیمه درمانی، حق پوشش، دور بودن از تبعیض، داشتن شغل، حفاظت از محیط زیست، آزادی بیان و تحصیل رایگان. آخرین بخش از پیام‌های صوتی رو با هم میشنویم با ذکر این نکته که باقی پیام‌های صوتی رو در اینستاگرام صدای آمریکا برای شما به اشتراک می‌ذاریم. وقتی که صبح خونه می‌زنی بیرون، نگران این نباشی که آیا تا شب میتونم برگردم خونه؟ مشکلی برام پیش نمیاد، خطری برام پیش نمیاد، دستگیرم نمی‌کنن، نمی‌کشنم. به قول معروف یه مش دوز خفگیرم نمی‌کنن، جیبمو نمی‌زنن، مالمو نمی‌زنن. وقتی این دوتا نباشه یعنی امنیت، یعنی یه زندگی معمولی. یه حد اقل توقعی آدم از زندگی اینه که بتونه کار بکنه، پول به دست بیاره و انقدر امنیت داشته باشه که حد اقل از جونش نترسه خونه بیاد بیرون. زندگی نرمال یعنی شخص بتونه آزادانه ابراز عقیده بکنه، انتخاب دین بکنه، انتخاب جنسیت بکنه، انتخاب نوع پوشش بکنه. و واقعا اینها تو این قرن 21 حداقل نیازهای یه انسانه که ما داریم تو ایران بابت داشتنش میزنگیم و خون میدیم.
طبق تازه‌ترین خبری که به دست من رسید، وزارت خزانه‌داری آمریکا ساعتی پیش تحریم‌های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و در اونها افرادی که مسئول قطع اینترنت و دسترسی مردم به اینترنت بودن و کسانی که مسئول سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز بودن رو تحت تحریم قرار دادن، از جمله احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی، افراد دیگری هستند، عیسی زارپور، حسین ساجدنیا، یدالله جوانی، افرادی هستند که در این لیست ازشون اسم برده شده و اینها در واقع مشمول تازه ترین تحریم های وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا میشن. رهبر جمهوری اسلامی گفته جامعه هنری و ورزشی ما سالم است و در آن عناصر مؤمن و باشرف کم نیستند و موضع‌گیری چند نفر ارزشی ندارد. محمود ابراهیم زاده، فوتبالیست پیشین تیم ملی ایران و بنیانگذار آکادمی فرهنگی ورزشی شاهین با ما هستند. آقای ابراهیم زاده خیلی خوش آمدید. پرسش اول اینه که شما سالهاست که این مسائل رو از ابتدای انقلاب تجربه کردید. اون چه که الان داره رخ میده، یعنی این حجم از اعتراض فوتبالیست‌ها و افرادی که دستن در کار فوتبال هستند با حاکمیت جمهوری اسلامی، به نظر شما سابقه داشته قبلا در طول 4 دهه گذشته یا این پدیده کاملا متفاوتی؟ قبل از که بخوام به سوال شما پاسخ بدم، درود بفرستم به تمام جان باختگان جنبش امروز ایران و درودی ویژه به جوانایی که ادامه دهنده اون عزیزان هستن. در رابطه با مسئله فوتبال و این اتفاقاتی که افتاده یا توقعاتی که دارن، خب طبیعتاً این در این 43 ساله دو شرایط متفاوت بوده. شرایط چند سال اول انقلاب، دو سه سال اول اون فاجعه 57 طبیعتاً خیلی فرق می‌کرد با الان، چون که اون زمان هنوز اکثریت مردم در شادی و شوق پیروزی، به اصطلاح پیروزی اون حادثه بودند و هنوز ماهیت صفاکی و فاشیستی این رژیم رو تشخیص نمیدادند و رژیم خودش رو قایم کرده بود که چه کار است و هویت خودش رو پنهان کرده بود و هنوز مردم به انتظار به تحقق پیوستن اون وعد و وعیدهایی بود که سران حکومت از قبل میشون میدادن که خانه مجانی، برق مجانی، آب مجانی، مدرسه مجانی، دانشگاه مجانی و ولی تو همون مقطع بودن فوتبالیستایی که مثل قلیچخانی، مثل خود شما، مثل خبیری که اعدام شدن حتی. دقیقاً حالا تو اون شرایط اون موقع بود که خب طبیعتاً در اردوها و در باشگاه افرادی بودن، همونجوری که اسم آوردین، افرادی بودن که مخالف این سیستم بودن، ولی به دلیلی که اکثریت مردم وزنه بزرگی بودن در حمایت رژیم جمهوری اسلامی، فرصت چندانی برای مخالفت، فرصت مخالفت نبود و الان فکر می‌کنیم فرصت وجود داره. الان کاملا متفاوته. این مرحله متفاوت‌تریه که میگم. الان برعکس شده، تمام اون 90% از مردم مخالف این رژیم جمهوری اسلامی هستن و اینجا دیگه سکوت بر نمی‌داره. وظیفه ورزشکارا هست که از اون حالت سکوت بیان بیرون، چه کار بکنن؟ مردم رو حمایت کنن. حالا اگر نمیخوان برن توی خیابونا، حداقل صدای مردم باشن، فریاد مردم باشن، در رسانه ها عنوان بکنن، بگن که مردم دارن زیر رگبار گلوله های دشخیمان به خاک خون کشیده میشن، بیان صدای اون همین جوانایی که توی دانشگاه، همین جوانایی که توی زمینای فوتبال. الان ما داریم فوتبالیستای 16-17 سال، همین چند روز پیش یه بازیکن 16 ساله آبادانی رو فکر می‌کنم اسمش میلاد فراخنه بود، این ورداشت خنافر اینو بردن از آبادان گرفتن، یک جوان نوجوان 16 ساله رو گرفتن بردن اهواز زندان کردن، یا نیکا شاکرمی یا بقیه، اینا همه 16-17 ساله هستن. خب وظیفه ورزشکاراست این مردمی که سالهای سال، این 43 سال حامی اینا بودن، ورزشکارا بودن، امروز توقع دارن که ورزشکارا بیان حمایتشون بکنن، بیان صداشون باشن در روزنامه‌های خارجی و داخلی. فیفا چه کار میتونه بکنه به نظر شما؟ فیفا ببینید، فیفا خب طبیعتاً یک NGO، یک ارگانیزیشن غیر دولتیه، مخصوصا فدراسیون‌ها در کشورهای دیگه باید غیر دولتی باشن، ولی ما می‌بینیم و می‌دونیم که فدراسیون فوتبال ایران یک ارگانیزیشن سیاسی، نظامی، امنیتی و تروریستی
و حتی اون زمان هم فشار می آورد رو بازیکن‌ها، الان هم از اول انقلاب تا الان مرتب فشار می آورده رو بازیکن‌ها که باید حتما تاییدیه داشته باشن. قبلا محروم می‌کردن، حبس می‌کردن، زندان می‌انداختن، می‌کشتن. الان هم دارن اون فشار رو باز تزریق میکنن، بیشتر فشار دارن میارن که روبه وحشت بیشتری در مردم به وجود بیارن، در بازیکنان بیارن. ولی بازیکنان باید این کار رو بکنن و و به فیفا برسونن، همین بازیکنان تیم ملی. خب الان میخوان برن توی جام جهانی، این جام جهانی، این بازیکنانی که میخوان برن توی جام جهانی یک منتخب جمهوری اسلامی است، نه تیم ملی ایران. امروز اگر بازیکنان میخوان جبران حمایت پشتوانی مردم بکنن، باید از تیم ملی، از تیم جمهوری اسلامی جدا بشن و تیم ملی مردمی بپیوندن، باید بیان در صفوف مردم قرار بگیرن. امروز دیگه دیر میشه اگر الان این کارو نکنن. من فکر میکنم وظیفه تک تک بازیکناست در اعتراض به این جریان به فیفا گزارش بدن، به فیفا بگن ما در جام جهانی شرکت نمیکنیم. جام جهانی و فوتبال دل خوش میخواد، مردم ما الان عزاداره. آقای ابراهیم پور بسیار سپاسگزارم، امیدوارم فرصت داشته باشیم برنامه بعد بتونیم بیشتر با هم صحبت بکنیم. مسئله بسیار مهمی است. محمود ابراهیم جاده که در واقع این برنامه با ما بود، پایان بخش برنامه امشب گفتگو با یحیی کمالی پور، استاد روزنامه‌نگاری و رسانه‌های جمعی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی است. آقای کمالی پور بارها در طول این مصاحبه بغض کرد و اشک ریخت. نسخه بلند مصاحبه در شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا خواهید دید. تا دیدار دیگر، بدرود. ارتباطاتی که مردم سعی میکنن از داخل ایران با دنیای بیرون بگیرن به اشکال مختلف، به عنوان یک استاد ارتباطات وقتی نگاه میکنید با دوره های پیشین به نظر شما چه تفاوتی میبینید؟ هر این اعتراضات با اعتراضات قبلی اینه که این اعتراضات خودجوش هستند، رهبری ندارن. در تظاهرات قبلی جنبش سبز بود، آقای موسوی بود، آقای کروبی بود که تظاهرات رو هدایت می کردن، ولی این دفعه همه این جوانها که با دست خالی در خیابانها راه افتادند برای احقاق حقشون برای آزادی، خودجوش به طور خودجوش کار کردند و فرق دیگش اینه که این یک جنبش مردمی است، رهبری آن به دست زنان دلاور ایران است. آیتون میفهمم که خیلی سخته در این لحظات هم صحبت بکنه در شرایطی که در هم شهر خودتون هم در کل ایران این تظاهرات همچنان ادامه داره، تعداد زیادی دستگیر شدن. اخبار شما دارید از کرمان که وضعیت در کرمان چگونه است؟ کرمان دیروز تظاهرات داشتن، قبلا هم داشتن، تعداد زیادی رو دستگیر کردن و به نظر میرسه که این مسئولین مشغول ساختن زندان هستند، نه تنها کشور را به صورت یک زندان در آوردند، ولی هر روز هزاران نفر رو دستگیر میکنند به بهانه های مختلف و خیلی سخته، خیلی سخته. ما که در خارج از من 50 سال خارج از ایرانم، هم موقعم من ایران بوده هست، دلم می سوزه برا وطن، برا مردم خودم. این چه وضعیه؟ این چه اسلامیه؟ این چه عطوفتیه؟ این چه رؤوفتیه؟ چه کار میکنید؟ این کشور رو کجا میخوای ببرید؟
چرا با این مردم این رفتار دارید؟ چرا پول مردم و منابع مردم رو بر علیه خودشون استفاده میکنید؟ نسل امروز، جوانانی که اومدن تو خیابون، یک دیدگاه جهانی دارن. دیدگاه اونها با دیدگاه شما فرق میکنه، انتظارات اونها با انتظارات شما فرق میکنه. چرا نمیگذارین شکوفا بشن؟ چرا شما یه جوانی که شروین حاجی پور اومده یه آهنگ خونده، جمع بندی کرده از اونچه که در ایران داره اتفاق میفته، اینو دستگیر میکنی؟ خب معلوم اینو با عشق این آهنگو خونده، تنها به عشق وطن، به عشق آزادی. مگه این گناهه؟ واژه‌هایی که این روزها از رسانه‌های جمهوری اسلامی انعکاس پیدا میکنه، اونچه که اعتراضات ازش اسم برده میشه، مردم به عنوان خیزش، بعضی به عنوان انقلاب ازش اسم میبرن. جمهوری اسلامی اسم اختشاش رو اینها میگذاره و این روزها معترضین رو تروریست و تجزیه طلب اسمی بر او برچسب میزنه. فکر میکنید چقدر این کارها، این واژه سازی ها مؤثر و حکومت به نظر شما با این روش به دنبال چه چیزی هست؟ به دنبال کنترل بیشتر، به دنبال سرکوبی بیشتر. جوانایی که در 15-20 سالشونه با دست خالی اومدن تو خیابون، زیر فشار بودن، زیر از نظر روحی وضعشون خرابه، آینده‌ای ندارن، امید به زندگی ندارن، شما اونا رو اختشاشگر میخونید؟ اینها حقشونه میخوان. ببینید شما یه وضعیتی، منظورم آقایونی که اون بالا نشستن و تاراج میکنن اموال عمومی رو، به جای اینکه به مشکلات مردم رسیدگی بکنن، به مشکلات جوانان رسیدگی بکنن، اونا رو سرخورده و ناامید کردن. ببینید من هفته‌ای نمیشه از دانشجوها ایمیل نگیرم که میخوان فرار کنن از ایران. نخبه های ما فرار کردن اکثرشون. من 65 کشور رو رفتم، با دانشگاه ها سر و کار داشتم، هر جا که تونستم پرسیدم آیا دانشجوی ایرانی شما اینجا داری؟ باشون نشستم صحبت کردم. در یکی از سفران به هندوستان، در یه جایی کوچیکی، حدود 10 دانشجوی ایرانی نشستیم حرف زدیم، با یک وضعیت رقتباری داشتن زندگی میکردن، تبعیض قائل میشدن و مشکلات فراوان داشتن. من به شما گفتم خب مگه ایران بهتر از این وضعیت نیست؟ چرا اینجا وایستادید؟ گفتم ما ترجیح میدیم در جهنم زندگی میکنیم تا ایران. این واقعا اسفناکه، اسفناکه برای کشوری که همه چیز داره، منابع طبیعی، منابع انسانی. چه کار میکنین با این منابع؟ منابع انسانی رو فراری میدید؟ گفتن بعضی ها علنن دوست ندارید را بیفتید برید. اگه کشور مال اوناست، کشور مال همه ماست، ما همه ایرانی هستیم، هر جا که هستیم. من خوشحالم که برای اولین بار ایرانی ها در سراسر دنیا پیش از 100 کشور دور هم جمع شدن و شعار آزادی میدن. این هماهنگی، این همکاری در سطح جهانی قابل تقدیر، بی سابقه است. من 7 سال قبل از انقلاب اومدم اینجا و تظاهراتو که بر علیه شاه میکردن دیدم. اون تظاهرات اصلا این گستردگی رو نداشتن. ایرانی ها بیدار شدند، آگاه شدند. دیگه نمیشه تو یک قفس نگهشون داشت.